یه قلب خوشگل برات افتاده. عشق؟ یه صورت هم افتاده. صورت؟ یه کسی میاد تو زندگیت که آدم قدرتمندیه، قد بلندی داره. قدش از من بلندتره؟ چشای مشکی داره، موهای آشفته، خلاصه خیلی خوشگله. چه فالی. فقط مواظب باش، بغل این صورتی گرفتگی هست. گرفتگی یعنی چی؟ یعنی وای چی دیدی؟ چه تیپیه؟ کجاست؟ کله خرو به چرخون. می‌کنی جیگر جلو دانشگاه منتظر ما وایستاده؟ آره. خوش خیال یا نوشین؟ بودو نیست که چشه خیلی طرف گرفته. نیست که چشه تو رو نگرفته؟ نه غلط کردی. اگه پسر یه دفعه میومد طرفت ازت خواستگاری میکرد چی میگفتی؟ هیچی، زود تون سری میگفتم بله. بدون فکر؟ آره دیونه فکر کردم نمیخواد تو این قطعی پسر. الان هر اسکولی به پیشنهاد ازدواج بده باید بگی بله. چه برسه به این پسره که اگه بگه باید با سر بری. من که با سر نمیرم، حتما فکر میکنم. آره جون خودت. خیلی خب من بغل پیاده میشم. بقیه راه میخوای پیاده بری؟ آره پیاده برم بهتر از اینه که به خالی بندیای تو گوش بدم. اسمت چیه؟ کوهیار. کوهیار چی؟ دونستن فامول بابام برات مهمه؟ نه. همیشه اینجا قهوه میخوری؟ قهوه تور. یه قهوه تور که کاپوچینو لطفا. همیشه تلخ میخوری؟ همیشه. خودت هم تلخی؟ برای چی خندیدی؟ نمیدونم.
دماغم بزرگه یه دهنم گشاده. نگفتی؟ هیچ کدوم. خوشگلی. تو هم پر رو نشی، خیلی هنسامی. از بهم میخوری. برای چی؟ ازدواج. شوخی میکنی؟ نه محل شوخی نیسته، جدی میپرسم. حاضری؟ حاضر برای چی؟ ازدواج با من. من تو تازه نیم ساعت با هم آشنا شدیم. من تو دیروز با هم آشنا شدیم تو پارکی. دیروز تو پارکی ما فقط هم دیگر رو دیدیم. خواهی فکر کنی؟ بل فکر کنم. فکر کن. فقط تا کی؟ تا فردا. بیشتر. پس فردا. بازم بیشتر. شنبه. شنبه. امروز شنبه است. تو همیشه کاپوچینو با شکر زیاد میخوری؟ حرف عوض نکن لطفا. جواب. هنوز به نتیجه نرسیدم. چرا؟ امروز چه بارون محجری داره میاد. ببین رها، پدر مادر من پول دارن، بچه دیگه هم ندارن، هرچی هم دارن مال منه. منم بابام پول داره، تنها بچه‌شم منم. خب پس مشکلت چیه؟ نمیدونم. بی خیال کاپوچینو با شکر، هرچی تو دوست داری. خوبه؟ حرف خندر زدم؟ نه، ولی من میگم ما میتونیم یه مدتی با هم دوست باشیم، خب بعدش تصمیم میگیریم. ادامه نده. چرا؟ من دیگه نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم. خون شدی؟ تو که هنوز چی از من نمیدونی؟ خواهش میکنم نگو هنوز، وقتی عاشق میشی زمان معنی نداره. جدی جدی تو عاشق من شدی؟ من امشب با مادرم میام خونتون برای خواستگاری. امشب؟ امشب. عکس دارم ولی میدیدم، میفهمیدم مامانم با دوست بابام رابطه داره، اما بابام نمیدونست. مامانم جلوی بابام طور دیگه رفتار میکرد. بابای بیچارمونم که فکر میکرد مامانم دوستش داره. نوشین، سریع آژانس بگیر بیا خونه ما. نپرس چرا، بدو. سیمی برای طلاق میخواد. من اینجام. وقتی بابام مامانو طلاق داد، مجبور شدم با اونو شوهر جدید زندگی کنم. سیمی نشد کوهیار میاد خواستگاری من. چی؟ همون پسری که تازگی باش تو پارک وی آشنا شدی؟ آره. امشب؟ آره. ببین ساعت 5 راس 8 هم اینجاست، عجیبم خوشقوله. اوه، پس باید بابات ببریم زیر دوش. بابا مگه سر کارم میخوره؟ از صبح تا شب. خب جلوشو بگیر، زورم بهش نمیرسه. خیلی دلت میخواد من الان خفه کنی یا خفت کنم؟ حالا بذار برای بعد خواستگاری. اگه این دفعه زیاده روی کنی مهرداد واقعا خفت میکنه. وای چی شده؟ چی خبره؟ بیا تو حرف نزن. زیرا بی رفتی پسر رو خورش زدی رفت دیگه. من دنبالش نیفتادم، خودش افتاد دنبالم. آره میدونم، تو گفتی منم باور کردم. باور نکن. حالا میخوای جواب صد و پسر دایی تو چی بدی؟ قرار نبوده من به صد رو جواب بدم، مگه نسیمی؟ حالا صد رو کوهیار چه فرقی با هم دارن؟ خیلی فرق میکنن. کوهیار جوون، جذاب، خوشگل، رمانتیکه، ولی صد رو هم سنش بیشتره، زیادی آغاز، خیلی هم خوشگل جدیه. رها برو تو اتاقه تا صدات نکردم نیای پایین. این فلور مادرم. خیلی خوشبختم. سیمین هستم، سیمین مشرقی، زن پدر رها. سیمین جون، کدوم اتاق میتونم لباسم عوض کنم؟ مادرم عادت داره موقعی که بارون میاد زیر بارون قدم میزنه، بعد چند لباساشو عوض میکنه که سرما نخوره. آها، عادت خرکیه. نه نه اصلا اینطور نیست. بفرمایید بریم لباستون عوض کنیم. خواهش میکنم. نگم کنیم برخی
نمیدونم بابا، یه دقیقه صبر کن الان جواب میده. رها مادر کوهیان میخواد ببینتت، اون لامپا رو هم خودت ببر. بدو. الو نگهبانی بام. سلام. این رهاست. بی جلو. بشین رو زمین. نظرش رو میز. نظر. به من نگاه کن. کوهیارو دوست داری؟ آره. بازم بخند. خندم نمیاد. الکی الکی. بیشتر. بیشتر. مرداد پاشو کپل، میخوای بیان تو خوابت خواستگاری؟ خیلی وقتی من خوابیدم. بله معطل نکن، بودو صورتتو بشور. بالاخره این نماده چجوریه؟ خوبه، خوش قیافه است، جذابه. بودو مرداد، یعنی ما با خیال راحت دختره رو بدیم دستش بره؟ بدون تحقیق. تحقیق دیگه درباره چی؟ درباره خانواده‌اش خودش. یعنی تو همه تحقیقاتو در مورد من و خانواده‌ام کردی؟ قضیه من و شما با اینا فرق میکنه. آقای روانبخش، فلور مادر کوهیار خسته شده میخواد بره. عزیزم نوشین جون، برو به باقای روانبخش مسکن خوردن، الان میان خدمتتون. بود عزیزم مهرداد. بزن بزن ببین ببین سم کن. ببینم تو که پیش اینا بودی فوزیلی نکردی همه چی رو درباره خودش و خانواده‌اش بفهمی؟ چرا زیاد؟ ای شیطون بگو ببینم چی فهمیدی؟ پدرش جمشید هدایت دکتره. دکتر چی؟ نفهمیدم، ایران نیست، کاناداست. یعنی از هم جدا شدن؟ آره عین زندگی من. پدر مادرش وقتی کوهیار کوچیک بوده از هم جدا شدن. کوهیار پیش مادره بزرگ شده، اصلا با باباه نبوده، ولی باباه هرچی داشته واسه کوهیار گذاشته و رفته. چی داشته؟ نفهمیدم. آها، ولی الان فلور مادرش داشت به رها میگفتش که تو داری زنده خوشگل ترین و پولدار ترین و بهترین پسر تهرون میشی. بفرمایید. اینم تحقیقات. شما هم بفرمایید صورتتون رو بشوریم. بدو. نوشین جان برو بگو الان میام خدمتتون. تحقیقات روشن بشه تا من دست بهتون بشورم و بیام. چه؟ تحقیق تونستن دارایی داماد نیست. مهداد جان اخلاق، رفتار، منش مهمه. باز زدی تو خط روانشناسی ها. بابا ما از دست این فروید چیکار کنیم؟ یه بارم بزن تو خط ما. آخه تو که خط نداری که، خطت قاطی پاتیه، نه مهندسی نه برج‌سازی. الان وقت مطلق گفتن به من نیستا؟ الان وقت تصمیم گرفتن تو مستی نیستا؟ ببین من مست نیستم، خیلی هم هوشیارم، میدونم هم چه تصمیم دارم میگیرم، فهمیدی؟ بابا جونم، شما رو زغده منم نمیخواییم با هم آشتی کنی؟ بابا جون من که با این قهر نمی کنم که، این تا تقریب توخ نمیخوره ما رو تحویل نمیگیره. سیمین جون قربونت برم، اگه بابا بعد دهنی کرده به خاطر من ببخشه. خنده علامت بخشش. خیلی مخلص. دوره دهنه تو باب کن. چه؟ جو خواهی آشتی کنی یا؟ سیمین بچه رو هرچی میریم نمیرسیم. آخ کوچه تنگ نسبتن، عروس قشنگ نسبتن، بابا دست دل فاش نزنیم، مرواری بنده نسبتن، بادا بادا مبارک، بادا شلام مبارک. بابا بله، شما به صدرا گفتیم بیاد اینجا؟ آخه میخواست شاهد عقدت باشه، من گفتم خب بیاد اینجا دیگه، بریم پایین. چند دقیقه دوتایی پیاده نشین. برای چی اومدی شاهد عقدم بشی؟ سلام. جواب منو بده. چرا؟ نباید میومدم. این جواب من نیست. ببین من سالاست که تو رو خیلی دوست دارم، ولی حالا میفهمم که تو هیچ وقت منو دوست نداشتی. برای قبول واقعیت بهترین رو برای من این بود که بیام دفتر عقدتو به عنوان شاهد امضا کنم، شاید بتونم فراموشت کنم. خیلی زود فراموشم میکنی. کوهیار
وای چی شد؟ ترسوندیم دیوونه. چرا ترسیدی؟ مگه تو قرار نبود ساعت 10 قبل از همه پایین منتظر من باشی؟ تو باید هر چی تو دلته به من بگی. من نمیدونم تو چی میخوای بدونی. ناراحت نیستی؟ از چی؟ از اینکه مادرم خواست مراسم ازدواجمون ساده باشه، مهمونی نگیریم بیایم تو محضر. نه. دروغ نمیگی؟ نه نه نه. بابا آقا صدرا ان شاء الله دختر بعدی رو اون یکی که نشو. بابا کوکو الان که وقت شوخی کردن نیست. نه بابا اشکال نداره. این همه پله رو چجوری بریم؟ این مرده کیه داره با پدرت سیمین میاد بالا؟ صدرا. صدرا کیه؟ شاهد عقدمون. موافقه برای پله رو بند بدوییم؟ بدوییم. یک دو سه. خوشت اومد؟ خیلی. از حالا باید بشیم آقا و خانم با کلاس باشه؟ باشه. اومد بزنیم. کلور امروز محضر رو برای ما بروف کرد. خوبه؟ عالیه. همینجا باید تا من برگرد. اینجا رو امضا کن. اینجا رو امضا کن. شاهد اول آقای صدرا شاهد. اینجا رو امضا کن. شاهد دوم آقای مجید دکتر مجید سماوات. بفرم اینجا رو امضا بفرم. شکوفه میرسد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه های بی‌قرار روز آفتاب به سما بوسه دهند گلاب سرخابی. ای شکوفه خنده تو دل به ها دارد، آن روی زیبا نظری ما. از مامانت داره خیلی خوشم میاد. فروخ کردن رستوران، محضر، موسیقی، این فیلم هاست. به چی نگاه میکنی؟ چی کار میکنی؟ من دیگه نمیتونم بخورم. تو که چیزی نخوردی؟ چرا بابا یه عالمه. مثل گنجشک غذا میخوری؟ لقمه های کوچولو کوچولو. کاش یه نفر مثل کوهیار پیدا میشد به من میگفت غذا بخور. نوشین تو که میدونی اگه یه ذره بیشتر بخورم چاق میشم. واه خب لابا دوست داره چاخشی. دوست داری منو چاخ کنی؟ چی کار میکنی؟ بخور بخور. نمیتونم بخورم. بخور. تا سه میشمرم، اگه نخوری میخورمت. یک و بیست و پنج، یک و نیم، یک و هفتاد و پنج، دو، دو و بیست و پنج، دو و نیم، دو و هفتاد و پنج، باشه بیا کارید دارم. با اجازه. بله بفهمید. رفتار کوهیار طبیعی نبود. نبود؟ خب رفتار منم خیلی وقتا طبیعی نیست. من نهیدیم چجوری با این دماغ رفتم تو دیوارونم جلو محضر. شوخی نکن مهرداد. حالت چشماش، نوع چین خوردگی صورتش، کلامش، بیانش، نوع این دیوانه هاست ها؟
فکر نمی کنم اشتباه کنم. چرا بابا جون فکر کن اشتباه میکنی؟ ببین همه ما یه جوری خلبازیاری داریم، من دارم، تو داری، اونم داره. بابا ویلکم بی بری. به چی نگاه میکنی؟ به چی؟ بارون خوشگلی. بریم زیر بارون یه کمی بود دویی. بازم خلخل بازی؟ خلخل بازی بریم. تعجب نکن، آفاق هم کرم لاله. برای چه مامانت خونه جدا گرفته؟ این خونه که خیلی بزرگه. این خونه مال باباست، بابا دوست نداره مامان اینجا با ما زندگی کنه. مامان بابا اصلا متنفره. بابام دیو سفیده، مامانم دیو سیاه. برای چه گفتی مامان بابا دیوان؟ دیوا تو قصه ها آدم بدن. همه ما تو خونه هامون یه دیو داریم. دیو خونه تو سیمینه مگه نه؟ نه سیمی زن باسواد خوبیه، دکتر روانشناسه. روانشناس؟ معروفه. دیو نوشینه. آخه نوشین قلبش خیلی صافه. دیو باباته. حیوانی بابا. دیو خودتی. شاید. چشاتو ببند. زنگ میزنم؟ آره. دیوونه تو از کجا پیدات شد؟ دوستانه که یه سفر برگشتی؟ به تو چه؟ خیلی بیمرافتی، دو ماه بارو گذاشی رفتی؟ من اصلا رفتم از شهر تو راحت شم. آنه خدرمون باز کنی. حرف نزم به تو. چقدر توی عکس خوشگل شدی؟ خوشگل بودم. خاک تو سرت. ورق بزن. این عکس رو کی ازت گرفته؟ کوهیار.
یه عکس خوشگلم از من میگیری؟ نه خیر. حسو پاشو بیا بریم یه چیزای خوشگل نشونت بدم. بودو بشین. وا مگه نگفتی میخوای یه چیز خوشگل نشونم بدی؟ دروغ گفتم، میخواستم با تنهایی حرف بزنم. چیزی شده؟ داره کم کم حوصله‌ام سر میره. از کوهیار؟ نه خره، از بیکاری. خیلی رود زیاده. دو ماه رفتی دور ایران گشتی، حال کردی؟ حالا دو قرتونی متن باقیه؟ نه سفر خوبی بود، ولی میترسم با بیکاری کوهیار مجبورشم بشینم تو خونه بخورم بخوابم. چه اشکالی داره؟ همه آرزوی زندگیو دارن. زندگی اگه همش این باشه خسته کننده است. میخواد یه کاری هم بکنم. میخوای برگردی دانشگاه با هدای موندتو پاس کنی؟ هنوز نمیدونم. میخوای تئاتر کار کنی؟ اگه باشه آره. صدفا میخواد یه نمایشنامه اجرا کنه. دوست داری توش بازی کنی؟ اگه بخواد آره. چقدر خونتو سرد، یخ کردم. رها برو براش جوراب بیار. جوراب برای چی؟ منو رها برای اینکه پامون زیاد یخ نکنه رو هم چند تا جوراب میپوشه. شما دو تا خول شدین. بریم یه نفر رو بیاریم شوفاژو درست کنه. کلید شوفاژ خونه دست عموشو، عموشم نیست رفته آمریکا. وا. برات جوراب بیاره؟ بیاره. پاشو بریم بالا، بالا گرم‌تره. بودو. باغ وحش شیشه‌ای. این چیه میخونی؟ نمایشنامه. برای چی میخونی؟ برای اینکه پیشنهاد دادم برم بازی کنم. بازی کنی؟ اشکالی داره؟ نه. برم بازی کنم؟ آره. مرسی. ولی حالا نخون. بشین پایین بقیه فیلممونو ببین. ولی این فیلمو که 10 بار دیدی. من متاسفم. نگو عشقونه که هرگز نگی متاسفم. رها کجا داری میری؟ سالان برای تمرین تئاتر. سب کن منم همراهت میام. تو با من میخوای بیای تو؟ نه یا کارم تموم شد بیا دنبالم. کی کار تموم شه؟ تموم شد به موبایلت زنگ میزنم. باشه؟ باش. سلام سایمر، همینجا منتظرت میشینم تا کارت تموم شه. اینجا جایی برای نشستن تو نیست. چرا هست؟ این همه صندلی پشتته. اینجا غیر از بازیگرای نمایش آدم دیگه حق نداره بمونه. آدم دیگه از کی باید اجازه بگیره؟ از کارگردان. کارگردان کیه؟ صدرا شایقی. شاهد عقد ما؟ آیا شایقی اجازه هست من برم اونجا بشینم تمرین رها رو ببینم؟ برو بشین. با تجسمی که من از اجرای خودم از این نمایش دارم نقشه رو تقسیم کردم. رها برای نقش لورا انتخاب شده. لورا وینگفیلد دختر خانواده. لوشینم برای نقش آماندا وینگفیلد مادر لورا انتخاب شده. تو باید قرار من پیر زنده باشم. خسرو هم که تازه به گروه تئاتر ملحق شده قراره نقش جیم اوکانر رو بازی کنه. جیم عاشق و شیفته لورا. البته توی نمایش. خب منم قراره تام وینگفیلد برادر رو. میتونیم شروع کنیم؟ بله. شروع نکنیم. صبر کنید. ببخشید. رها. آدامسم تموم شده. میشه آدامس رو بدی به من؟ کوهیار.
کتاب رو باز کنید. خانم ها، آقایان، سلام. میخوام براتون چند چشمه، شعبده بازی و نیرنگ نمایش بدم. ولی توجه داشته باشید که من درست برعکس شعبده بازی هستم که توی سیرک نمایش میده، چون که اون مطالب دروغین رو براتون به صورت حقیقت نمایش میده، ولی من حقیقت رو به صورت وهم و خیال دارم. دوتا بریز. رها، اینجا مثل خونه ما نیست، هوا گرمه، پالتو رو درار. کوهیار بنده ده؟ نه. پس چرا دو روز از صبح تا اسمیت میشینه اینجا؟ عاشقه. زهر ما. کوهیار نسکافه میخوری؟ نه. کوهیار صبح چای نسکافه نمیخوره؟ نه، آب جوش با قند میخوره. آب جوش با قند؟ از این کارش خوشت اومد؟ بالاخره سالن رو برای آخر ما گرفتیم. از فردا شبا میتونیم تو سالن تمرین کنیم. خیلی کثیفه، باید بیان تمیزش کنم. خودمون تمیزش میکنی؟ سالن کجاست؟ رها، کتت تو اینجا در نیار. هوا اینجا مثل خونه ما سرده. رها، اون سیمچین رو میاری بالا؟ دلت نمیخواد بشینی رو زمین؟ چرا؟ بشین. رها، زمین اینجا خیلی سرده، پاشو، سرما میخوری. اشتباه کردم، غلط کردم، منو ببخش. خواهش میکنم یه چیزی بگو، یه حرفی بزن، فوشم بده، بزن تو گوشم، من ناراحت نمیشم. غلط کردم. خیلی خوب، با من حرف نزن. بدبخت
شدی؟ چیکار کردی؟ ها؟ داشتی بدبختم میکردی؟ منو زن و بچه جا؟ پس به خرابم کنی؟ ها؟ چیکار کردی؟ عوضی؟ زبانی؟ دم چه قرار میکردی؟ زبانی؟ عوضی؟ منو زن و بچه تو؟ خرش کن گردن کلفت دیوونه. بگیر جلو دماغ تا برسیم درمانگاه. نه درمانگاه نه، فقط بگو منو بخشیدی؟ لجبازی نکن، از دماغ داره خون میاد، خونش هم زیاده. جواب منو بده، فقط یک کلمه. بخشیدی؟ آره. لجبازی نکن، اگه خونش بند نیاد بعد بریم بیمارستان. آفاق رها جونم، منو بیشتر دوست داری یا نقش لورا رو؟ تو رو. میخوای اینجا بخوابی؟ بخوابم؟ هر جور دوست داری. دو سه تا پتو بیا بنداز رو، خیلی سرد. یه لحاف کلوفت آوردم که زودی گرمت کنه. زود نرو، یه دقیقه بشین کنارم. بابت اتفاقی که افتاد متاسفم. نگو، عشق اونیه که هرگز نگی متاسفم. چرا خندیدی؟ خوب دیالوگ جنی یادت مونده. من از فردا همراهت نمیام، خوبه؟ نه یا چی کار میکنی؟ میمونم خونه فیلم میبینم. قصه عشق؟ ببین کوهیا، تو باید برای خودت یه دوست پیدا کنی. دوست؟ دوست برای چی؟ ببین من و تو که همیشه نمیتونیم شبانه روز با هم باشیم. چرا نمیتونیم؟ یه وقتایی تو باید با دوستت بری سینما، بری تئاتر، با خودت خلوت کنی، موسیقی گوش بدی، کتاب بخونی، باید با خودت حال کنی. تو از من خسته شدی؟ به خدا نه، من عاشق تو هم، تو همه زندگی. دیگه ادامه نده. برای چی تو متوجه منظور من نشدی؟ خواهش میکنم برو بخواب. من خوابم نمیاد، میخوام باید حرف بزنم. خستم، خوابم میاد، بلند کن.
از دست من عصبانی نباش. من هر کاری با تو کردم به خاطر خودت بود. تو از صبح تا حالا هیچی نخوردی؟ اول صبحانه تو میخوری؟ بعد با هم میریم پایین. کجا میشینی صبحانه تو بخوری؟ جواب منو ندادی. کجا میشینی صبحانه تو بخوری؟ بشین با هم قهوه بخوریم. رها قهوه فرانسه نمیخوره. اون عاشق قهوه ترکه. قهوه تلخ. تو مادرت میخواییم با من چی کار کنی؟ ندیدی؟ از چی حرف میزنی؟ ببین حالا روی این سن میتونی نقش لورا رو بازی کنی، آمانده باشی، جیم باشی، واسه من نقش همه رو بازی کنی جور که دوست داری، فقط برای من. تو دیوونه شدی. فلور من دیوونه شدم؟ نه عزیزم، تو حالت خوبه. پس این چی میگه؟ میخواد اذیتت کنه. اذیتش کن. اذیتش کن! بعد قلقی نکن. براش بازی کن. حالش خوب میشه. آروم میشه. خواهش میکنم. تو هم دیوونه ای؟ براش بازی کن! باید براش بازی کنی! باید! صدای من میشنوی؟ میتونی بلند شی؟ مواظب باش نیفته آقا. آه.
چرا دیگه نمیخوری؟ بخور. فلور جانم، حوصله داری؟ برای چی؟ گریمش کنی؟ گریم؟ آرایش. آره عزیزم، آرایشش کن این لورا. سرتو به چرخون کوهیار صورتتو ببینه. آقایان سلام، میخوام براتون چند چشم شعبد بازی و نیرنگ نمایش بدم، ولی توجه داشته باشین من درست برعکس شعبد بازی هستم که توی سیرک نمایش میده. اون مطالب دروغین رو به صورت حقیقت نمایش میده، ولی من حقیقت رو به صورت وهم و خیال در میارم. چه زنگ زد؟ حتما خونه نیستم. بی خبر کجا رفته؟ با تمرینی که داره بی خبر نباید جایی بره. کوهیار خوشگذرون و بی خیاله، حتما بردتش سفر. مسافرت هم اگه می‌خواستی اینجوری بره حتما با تو تماس می‌گرفت. بری پیش باباش، شاید باباش بدونه کجاست. والا این دوتا بعد از اینکه از سفر اومدن من و سیمین 7-8 دقیقه باهاشون صحبت کردیم، اونم تلفنی همین. آدرسی چیزی از خونه مادر کوهیار نداری؟ نه. تلفن چی؟ یه موبایل ازشون دارم. خب زنگ بزنی. موبایل زنگ بزنه. آقای مهندس. نه. آماده است، بیاین بالا ببینید. میام بعدم میبینم. خاموشه. تلفن یادرس از فامیل دیگه کوهیا ندارید؟ نه. چون من مادرشو بعد از اون شب رستوران اصلا دیگه ندیدم. یعنی شما غیر از فلور مادر کوهیا هیچ کسی از فامیلش نمیشناسی؟ نه. حالا مگه طوری شده انقدر پریشونی شما؟ نه، خب یکم دلمو شور میزنه. بابا شور زدن نداره که. آخه رها دختری نیست که برای این نقشش این همه زحمت کشیده، عاشق نقششه. بعد یه دفعه بذاره بره؟ بابا شوهر کرده دیگه، هنر حالیش نیست. ممکنه سیمین جون بیشتر از شما بدونه؟ نه، من هیچی نمیدونم. آره به نظر منم شماها بیخود دلواپس شدین. اونا عاشق کشته هم دیگن، شاید دوباره رفته باشن سفر. پسر پولدار بیکاره، بالاخره باید برن بگردن دیگه، طبیعیه. نه خیر، رها از اون همه بودن با کوهیار خسته شده بود، میگفت میخواد تئاتر کار کنه، با من تنها حرف بزنه، چه میدونم. شوهرشو ول کنه با تو بگرده دیگه. بله خودش گفت. مهرداد انقدر لجاجت نکن، بچه ها بهتر از تو رها رو میشناسن. بهتر از من که پدرشم؟ بله بهتر از شما که پدرشی. باز وقت گیر آوردی منو محاکمه کنی دیگه. محاکمه نمیکنم، حقیقتو میگم. شما هم نباید از حقیقت ناراحت شی. عزیز من بیمار تو نیستم که میخوای منو موعظه بکنی، میفهمی؟ الانم فرصتی نیست که من و شما با هم جر و بحث کنیم. ببینید یه شاهدی بود که همراه اون اومده بود، سنش هم کم نبود، دکترم بود. اون پیرمرده؟ آره خودش. من کسی یادم نیست. آره دکتر، دکتر مجید سماوات. همون. اون نمیتونه در ارتباط با اون خانواده بی اطلاع باشه، حتما یه اطلاعاتی داره. کتی
این اسمی که میگم یادداشت کن. بفرمایید. دکتر مجید سماوات. سریع آدرسشو برام پیدا کن. وقت مریضای امشبم هم کنسل کن. چشم. مرسی. پیدا کردم. بگو. تا یه سال پیش دکتر سماوات رئیس بیمارستان خصوصی شهرام بوده. شهرام؟ بیمارستان روانی؟ بله. ولی بعد از مریضی از بیمارستان اومده بیرون. از هفته پیش هم خودش تو بیمارستان بستری شده. حالش هم وخیمه. سرطان ریه داره. آقای دکتر سماوات؟ منو به خاطر میاری؟ تو پدر همون دختری هستی که دن پسر بلور شد؟ بله بله، من مهداد روان بخش هستم، پدر رها. خدایا متشکرم که دعامو مستجاب کردی. متشکرم. بیا جلو. قبل از این که بمیرم میخوام بهت بگم تو باید منو ببخشی. من در حقت ظلم کردم. چی میخوایم بگی؟ کوهیار بیماره، روانی خطرناکه، نبایدم بیمارستان مرخص میشم. من مرخصش کردم با پول مادره. مادرش بیماره، جفتشون روانی هم، دختر در خونه کوهیار بیمون. جفتشون اگه با هم باشن هر کاری ممکنه بکنن. نظر دیگه بشه. تو به من گفتی ولی من احمق مست نفهمیدم. خیلی خب مرتاد، الان وقت فکر کردن به گذشته نیست. آینده مهمه، آینده رها. من الان نمیدونم باید چیکار کنم. تو که اعتقاد داری یه دعایی بکن که تا الان بلایی سرش نیورده باشه. خیلی خب، تو فقط آروم باش. خیلی خب. صدر بابا بیا. ببین تو و نوشین بریم کلانتری مأمور بیارین، منو صدر بریم خونه. بیا بریم صدر بابا جون. بیا بریم. مرتاد، مواظب خودت باش. چرا زنی زدی؟ نمیدونم.
برام لاله‌ای بذار، لاله‌ای که همیشه میذاشتی، لاله‌ای که خودت دوست داشتی. Thank you.
با موی رنگی و عینک آفتابی دیگه کس منو نمیشناسه نه؟ کجا میخوای بری؟ پیش رها. میخوای کجا ببینیش؟ خونه؟ در قفله. من گرسنم، میخوام تخم مرغ بخورم. برای تو هم درست کنم؟ من میخوام طوری بیرون برم که وقتی هوا روشن شه صبحونه رو با رها بخورم. رها رو دیگه نمیتونی پیداش کنی. چرا نمیتونم پیداش کنم؟ برای اینکه از خونه ای تو رفته. کجا رفته؟ خونه خودش. میرم خونش. میخوای بری بگیرنت ببرنت بندازنت تیمارستان؟ اگه این دفعه ببرنت تیمارستان دیگه من نمیتونم بیارمت بیرون. اینقدر بعد اونجا بمونی تا بمیری. فهمیدی؟ فراموشش کن دیگه. مگه من دیوونم نذارم تیمارستان؟ بله اونا میگن. اونا کیان؟ خانواده‌اش، پدرش. پدرشو کشت. کشتی؟ آره. با تبر. چرا این کارو کردی؟ نمیدونم. نفهمیدم. نخند. گفتم نخند. نخند. گفتم نخند. 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 وقتی منو گذاشتن پیش خانوم 13 سالم بود. اون موقع خانومو تازه از تیمارستان آوردن خونه. اما خانوم هنوز از آقا طلاق نگرفته بود. کوهیار 6 سالش بود. اون موقع آقا میخواست با منیژه خانوم عروسی کنه. بیشتر میرفت خونه منیژه خانوم. خانوم برای اینکه لج آقا رو در بیاره میرفت خونه دکتر اعتمادی، دوست و همکار آقا. ازش بپرس کوهیار مادرشو با این مرد دیده بود. خیلی زیاد. وقتی آقا با منیژه خانم عروسی کرد رفت خارج. خانم مردای زیادی رو می آورد خونه. کوهیار هم همه اونا رو به خانم می دید. باید به ما بگه کوهیار از چند سالگی توی تیمارستان بستری شده بود. کوهیار 18 سالش بود که حالش بد شد. خانم بردش تیمارستان. ولی خانم طاقت نیومد. یک سال بعد از تیمارستان آوردش خونه. ولی خانم میخواست کوهیار پیشش باشه. نمیخواست فامیلای شوهرش بگم پسرش دیوونه شده. همون موقع رفت یه زن برای کوهیار گرفت. یه دختر 18 ساله بدبخت. دختری که 6 ماه بعد از دست خانم کوهیار دیوونه شد رفت. منم تو این خونه دیوونه شدم. من دیوونم. منو ببرین تیمارستان. من دیوونم. من دیوونم. منو ببرین پیش دیوونه ها. من دیوونم. نظر میاد متاثر شدید.
بعضی اوقات بعضی حرفا بد جوری ذهن آدمو به هم می‌ریزه. به هر حال از اینکه امروز به ما کمک کردید متشکرم. جناب سرهنگ، چجوری دو تا بیمار روانی خطرناک میتونن تو جامعه بین آدمای سالم زندگی کنن؟ ما این دو تا آدم روانی رو میگیریم، ولی تا رها روانبخش به حال عادی برنگرده و تمام ماجرا رو تعریف نکنه، این پرونده بسته نمیشه. پرونده باز میمونه. هنوز باید صبر کنید جناب سروان. چقدر؟ سه روز براش پرستار گرفتم تا تمام روز مراقبش باشه که بتونه داروهاش مرتب بخوره. از وقتی بردینش خونه تو خونه چیکار میکنه؟ کاری نمیکنه. تمام روز توی اتاقش کنار تلفن نشسته. منتظره. منتظر. فکر میکنه. زخمای رو صورتت چی یادت میاره؟ قبل از اینکه کوهیار بره سفر، از بالای پله ها با صورت افتادم زمین. پشت دستتو نگاه کن. سوخته. با چی؟ آب جوش. کوهیار رو دستت آب جوش ریخ؟ نه، کوهیار خیلی مهربونه، عاشق منه. ما مشکلی نداریم، همدیگرم خیلی دوست داریم. فقط یه بار دعوا کردی. سر چی با هم دعوا کردی؟ هوا سرد بود، بارونیمو در آوردم، نشستم رو زمین. تقصیر من بود، کوهیار تقصیر نداشت. به چشمام نگاه کن. میای پیش من؟ آره. بیا خیابونه. نه نه نه، آدرسو الان نگو، به موبایلت زنگ میزنم. موبایلت همراهته؟ آره، الان دارم با موبایلم حرف میزنم. من تو چند دقیقه دیگه راه میافتم. منتظرتم. رها، رها چرا در رو خودت بستی؟ رها در باز کن، میخوام باید حرف بزنم. رها، رها، بیا پارکوی. رو پل پارکوی همدیگر رو میبینی. مثل روز اول؟ مثل روز اول. Thank you.
موهای رنگی چطوره؟ خیلی بهت میاد، ولی حیف چشای قشنگت زیر عینک بمونه. عینک تو بردار. خوب شد؟ دلم برات خیلی تنگ شده بود. منم همینطور. بریم خونه فلور؟ بریم خونه خودمون. کلید ندارم. من دارم. خیلی خوب بریم. فقط باید فلور هم به خودمون ببریم. باشه بریم خونه برش داریم. احتیاجی نیست برش داریم. فلور همینجاست. همینجا؟ پیاده شو. بهش سلام کن. سلام. میبینی داره نگات میکنه ولی جواب نمیده، حرف نمیزنه. با چش باز خوابیده، اذیتش نکن. بیدار میشه؟ تو خونه بیدارش میکنه. کجا بشونیمش؟ پشت اون میز. میخوای سرش بالا باشه؟ مگه نگفتی میخوایم فیلم قصه عشق رو با هم ببینیم؟ چرا؟ خب شاید فلور هم بخواد ببینه. پس برو تناب بیار. صبر کن فلور. جای تلویزیون خوبه؟ خوبه، قشنگ میبینه. فیلمو ببینیم؟ اول شام بخوری؟ بخوریم. چی بخوریم؟ چی دوست داری؟ چه عالی. شام خواهی درست کنی؟ آره، فقط باید کمکم کنی. باشه بریم. تا آشپزخونه بدویی؟ بدویی. یک، دو، سه. این چاقو مال تو؟ اینم چاقوی من. تو هیچ وقت پیاز پوست نکندی؟ نه، اولین بارم. برای همین دستات سال ما قشنگ موندن. دستتو بذار کنار دست من. بذار. از بابت زخمی روی دستت متاسفم. نگو. عشق اونه که هرگز نگی. Thank you.
چشما تار نمیبینن؟ نه. بلند شو وایستا ببین سرگیجه داری یا نه. ساعت چنده؟ 11:55. تو خونه پودر کاپوچینو نبود برات درست کنم. قهوه میخوری؟ آخ یادم رفته بود تو اصلا قهوه تلخ نمیخوری، همه چیزو شیرین دوست داری. منو ببخش که مجبورم تنهایی بخورم. چی گفتی؟ فلور قهوه دوست داره؟ قهوه میخوری؟ مادرت حرف نمیزنه؟ یادم رفت تو اصلا سیگار نمیکشی، ولی مامانت سیگار میکشه. کیفش دست منه. منو دوست داری؟ دروغ میگی، تو عاشق نوشینی. باید راستشو به من بگی. راستشو به من بگو، تو عاشق نوشینی مگه نه؟ دروغ میگی، تو عاشق نوشینی. قصه عشق ببینی. اگه تو فیلم قصه عشق رو دوست نداشتی. دوست داری فیلم قصه عشق رو با هم ببینی؟
جناب سرهنگ. بله. میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟ چه خواهشی؟ میخواستم اجازه بدین اول من تنهایی برم. چرا؟ میخوام قبل از اینکه مأمورتون وارد شن رها با وجود من احساس آرامش کنه. اون الان در وضعیت روحی خاصیه. احتیاج به کمک داره.